بالاترین حمایت سیاسی و مالی هم نتوانست جان دریاچه ارومیه را نجات دهد. این روزها که تابستانی خشک را پشت سر می‌گذاریم، فقط 5% از پهنه آبی دریاچه ارومیه باقی مانده است و مسئولان سیاسی به جای آنکه به فکر چاره باشند، صرفاً با دریاچه عکس یادگاری گرفته و وعده احیا سر می‌دهند. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو اول مرداد ماه امسال در سفر به آذربایجان غربی از آسمان نیم نگاهی به دریاچه ارومیه انداخت و طرح‌های روی کاغذ ستاد احیای دریاچه ارومیه را به نام خودش سند زد. او در حالی وعده احیای دریاچه ارومیه را می‌دهد که به گفته مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه با روی کار آمدن دولت 13 تخصیص حقابه پشت سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه توسط وزارت نیرو متوقف شده و دیگر دریاچه هیچ سهمی از انبوه سدهای این حوزه آبریز دریافت نکرده است. وزیر نیرو وعده افتتاح مدول دوم تصفیه خانه تبریز و تصفیه خانه عجبشیر برای انتقال پساب تصفیه شده به دریاچه را هم می‌دهد. دو پروژه‌ای که پیشتر هم ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره آنها سخن گفته بود. همچنین مهرابیان وعده می‌دهد که در بهره برداری از تونل انتقال آب کانی سیب یا همان زاب با بیش از 95% پیشرفت فیزیکی سرعت عمل بیشتری به خرج دهد. اولین تحریک انشالله به زودی به مرحله بهره‌برداری میرسه انتقال پساب بهداشتی شهرهای تبریز و ارومیه به دریاچه هست. تونل هم انشالله با رفع مشکلات فنی که داره هرچه سریعتر تلاش میکنیم که تکمیل بشه و انتقال آب انشالله به خوبی انجام بشه. همون پروژه‌ای که بازدید از آن در انتهای دولت 12 با اتوبوس مرگ جان دو خبرنگار محیط زیستی کشور را گرفت و گروهی دیگر را روانه بیمارستان کرد، قرار است دریاچه نیمه جان ارومیه را نجات دهد. به ظاهر این پروژه چشم و چراغ برنامه‌های طراحی شده توسط ستاد احیا بود. طرحی که همه ی چشم امیدها به آن بسته شده بود، قرار است 600 میلیون متر مکعب آب را به دریاچه ارومیه منتقل کند تا لب‌های تشنه دریاچه سیراب شود. اما با توجه به آنکه بر اساس اعلام ستاد احیای دریاچه برای نجات یافتن این دریاچه به 300 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم، برای احیای این پهنه آبی با تونل زاب باید 60 سال وقت صرف کنیم. پروژه هایی که سرآمد این پروژه ها بود انتقال آب زاب به سردش به دریاچه ارومیه بود. همین کانیسیب که الان در واقع کانیسیبیه که الان روی 2-3 کیلومتر تونلی که میگم بودجه نداریم این تونل رو تموم بکنیم. و بحثش هم اینه که این خورده به یک گیروگوری این تونله، به یک آبرفت یا همچین مانندی که اصلا تونل امکان ادامهش وجود نداره. و اگر خب مشاور این طرح رو بخوان بعد بگن آقای مشاور چجوری این تونل رو طراحی کردی که رسیدیم به 2-3 کیلومتر آخر دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، میگه هی باید پول بریزیم این تو تا به قول معروف اینجا رو ببندیم. دریاچه‌ای که گفته می‌شود برای احیای آن 15,000 میلیارد تومان هزینه شده است، بدون هیچ دستاوردی گام به گام به مرگ قطعی نزدیک می‌شود، در حالی که مدیریت بهینه آب یگانه نسخه شفابخش برای نجات دریاچه ارومیه است. مردم منطقه بدون توجه به این فاجعه محیط زیستی در پروژه‌های مدیریت مصرف آب شرکت کرده و مزارع خود را مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار کردند. اما به جای آن که اجازه بدهند آب صرفه‌جویی شده وارد دریاچه شود، باغ‌های خود را توسعه دادند، اقدامی که اجرای طرح نکاشت را هر روز سخت‌تر از دیروز می‌کند. پروژه‌های ستاد احیا یکی پس از دیگری با شکست مواجه شده است، اما دلیل آن چیست؟ از نظر حجت میان‌آبادی، استادیار مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس، این ساختار در تشخیص مسئله دریاچه ارومیه دچار مشکل شده است و این عدم تشخیص درست مسئله سبب شده است که ستاد احیای دریاچه ارومیه برنامه ریزی مناسبی برای احیای آن نداشته باشد و دچار یک خطای مهم و استراتژیک شود. عمده راهکارهای تجویز شده برای احیای دریاچه ارومیه همان راهکارها و رویکردهایی بوده که منجر به بحران دریاچه ارومیه شده بود و در نهایت آن رویکرد ساده انگارانه که عامل مرگ دریاچه شده بود به عنوان نسخه شفابخش برای دریاچه تجویز می شود. احیای حوزه آبریز دریاچه ارومیه
میتونه ساختار حکمرانیش باشه، از منظر حکمرانی، از منظر توسعه، از و و و و موارد مختلف، خلاصه شد در خود دریاچه. و در احیای خود دریاچه هم متأسفانه خلاصه شد در تراز سطح آب دریاچه، در حالی که ما احیا رو وقتی میگیم احیای اصطلاحاً کدوم دریاچه ارومیه به خاطر مسائل رویکردهای غلط توسعه خوش شده بود، یا رویکردهای غلط در حکمرانی، یا مثلا میخوام بگم عوامل صرفاً اقلیمی و طبیعی، یا رویکردهای صرفاً سازه مهندسی. بر این اساس وقتی ما بیان احیای دریاچه رو صرفاً به تراز اکولوژیک رودخانه دریاچه محدود کنیم، یعنی در تشخیص احیا شدن این بیمار هم دچار خطا میشه. لذا موقعی که ممکنه با یه بارندگی سطح بیاد بالا، خب دیدید مسئولین ستاد احیای دریاچه و سازمان پخت محیط زیست خوشحالی میکردن، مصاحبه میکردن، با هم دیگه قالیچه تابلو فرش جایزه میدادن و کلی نامه تشکر آمیز میفرستادن به رئیس جمهور وقت. اما موقعی که باز دوباره این تراز میومد پایین، چیا رو بهانه میکردن؟ مثلا من خاطرم از مصاحبه از رئیس سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه که موقعی که تراز میومد پایین میگفت این که تقصیر ما نیست، تقصیر خوشسالی و عدم تخصیص بودجه است. ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت 11 به عنوان یک نهاد فراسازمانی تشکیل شد و دبیرخانه آن در تهران مستقر شد تا این تشکیلات مجموعی باشد که بتواند حق دریاچه را از دستگاه‌های مختلف طلب کند و زمینه احیای پایدار دریاچه را فراهم کند. اما با روی کار آمدن دولت 13 مرجعیت این ستاد از تهران به استان آذربایجان غربی منتقل شد. مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه که دبیر کارگروه هم هستن، آقای عیسی کلانتری از سمتشون برکنار شدن مطابق تصمیم هیئت وزیران و استاندار محترم آذربایجان غربی به عنوان مدیر اجرایی کارگروه و مدیر اجرایی احیا و دبیر کارگروه انتخاب شدن. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت اعلام کرد که محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی به سمت دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه منصوب شده است و این یعنی مسئله احیای دریاچه ارومیه از یک مسئله ملی با رویکرد کلان و ملی به یک مسئله منطقه‌ای تبدیل خواهد شد که قطعا نتایج دلخواه را برای کشور به همراه نخواهد داشت. ایراد دیگه ای هم که قبلا می گرفتیم به روی کنردیم بود که اینا نتونسته بودن جامعه پیرامونیا به احیای خود دریاچه حساس بکنن، یعنی یه مسئله زیست محیطی مسئله سیاسیون شده بود، فقط مسئله جامعه نبود و هر کسی خب کشاورز میخواست آبشو برداره و ستادای مانه در مقابل خودش میدونست، وزارت نیرو میخواست آب پشت سد داشت باشه که بتونه باش آب بفروشه، نمیدونم به حالا به تعهداتش عمل بکنه، برای این ستادای مانه جلو خودش میدونست. اولا ستاد به نوعی با این شهر وظایف خودش رو بود یه مانه که همه باش می جنگیدن، اونم باید می رفت می جنگید که خوزد می رو آب آزاد بکنن. با وجود آنکه ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمان فعالیت خود توفیق چندانی نداشته است، اما کارشناسان بر این باورند که باید از درس آموخته های ستاد احیا حتما به بهترین شکل استفاده شود و این ساختار برای تمرین حکمرانی آب در کشور باقی بماند.